ببینید بحث بعدی ما بحث چی بود؟ سوپر کلمه کلیدی چی؟ سوپر. من یه مثالی بزنم برای درک همین سوپر شما متوجه بشید به چه دردی میخوره. من بزنم سیو کنم اول این نمونهشو. آره اول میگم توی بسم بحث چی؟ باز تو جاوا توضیح میدم، بعد برگردم یه سی شارپ به تو توضیح بدم. من میام توی پدر یه تابع سازنده میسازم، یه تابع چی؟ سازند هات اینسرت رو میزنم، یه کانستریکتور میسازم. نمیخوام زیاد پیچیده‌اش کنم، فقط یه متغیر فعلا توضیح میدم. نمیخوام پیچیده بشه، میتونم همش هم بدم، اول یه متغیر بهش میدم. ببین اوکی، من یک تابع سازنده در پدر ساختم با متغیر ورودی چی؟ ایکس. بگاه کنید الان میرم تو قسمت پسر، سری زیرش خط قرمز کشید، گفت تعریف تو چیه؟ اشتباهه. خب روش آلت اینتر میکنم، میگه کرییت کن کانستریکتور دیفالت. نگاه کن خودش آورد چیکار کرد واسه این پسر، یه تابع سازنده درست کرد با کلمه کلیدی سوپر، مقدار ورودی رو پاس داد به بالایی. سوپر یعنی چی؟ بفرست به دست بالای خودش. چرا؟ وقتی من میام میگم یک آبجکتی بساز از پسر، مثلا چون کلاس بالاترش چیه؟ پدره، تابع سازنده پدرم چی میشه؟ فراخوانی میشه. به صورت اتومات چی میشه؟ فراخوانی میشه. چون تابع سازنده پدر ورودی داره، تابع سازنده پدر چی داره؟ ورودی داره. من باید به نحوی اینا اینجا چیکار کنم؟ بهش بفرستم. باید کلمه کلید سوپر اینو چیکار میکنه؟ میفرسته بالا. یک نمونه از استفاده از تابع چی بود؟ سوپر. پس اگر ما بخوایم در اسپری یه پارامتری رو بفرستیم، مثلا این پدر اون پسر بود به پدر، به دست بالای خودش، از کلمه کلید چی استفاده میکنیم؟ سوپر استفاده میکنیم. یه نمونهش خواستم اینجا انجام بدم. ببین الان نوه هم خطا داره میده، نگاه کنیم، میگه به نوه هم چیکار کن؟ اضافه کن. تو ببین حتی من از نوه هم آبجکت بسازم چه اتفاقی میفته؟ نوه وقتی ساخته میشه تابع سازنده پسر فراخوانی میشه، تابع سازنده پسر بعدش تابع سازنده چی برابر میشه؟ پدر. با اینطوری به هم پاس بدن تا بالا برسه اون دست تابع سازنده بالایی. متوجه شدید؟ این کمی که سوپر یه نوع استفادهش همینجا بود. وقتی ما سازنده در کلاس های بالاتر داشته باشیم بخوام پارامتر بهش پاس بدیم از این استفاده میکنیم. یا در برنامه‌های آتی خواهیم دید لازمه بعضی وقتا ما از پایین مثلا از نوه یه مقدار رو پاس بدیم به کجا؟ به بالایی. درسته؟ از کمی که چی استفاده میکنه؟ سوپر. ببین من الان بنویسم، نگاه کنید یه جا این نکته رو ببینید. شما مثلا الان یه نکته هم اینجا بهتون بگم، ببینید این داستان آورگاید و توسه به عنوان ورودی تابع سازنده بالایی استفاده میشه. بذار یه نکته توضیح بدم اینو واضح بش کنم که من متوجه شدم دارید یه مقدار همین آورگاید ادامه میدم، یه مقدار توسعش میدم. نگاه کنید ما یه تابع چاپ داریم دیگه، تو نوه هم پیاده سازی شده، درسته؟ تو پسرم دارم، تو پسر نه آورگاید نشونه، بذار اینو پاک کنم که واسه سردرگمیتون نشه. بذار اصلا اینجا ما آورگایدش کنم. اسم تابعمون چاپ نبود مگه؟ نه تو پدرش بود، پدر این پدر، این پسرمون هم آورگایدش کرده، درسته؟ و در نوه هم چی شده؟ آورگاید شده، درسته؟ من یه سوالی دارم. الان اگه من بیام تو اینجا بگم n1.chop کدوم چاپ فراخوانی میشه؟ ما یک تابع چاپی رو هم در پدر داشتیم که در پسرم آورگایدش کردیم، در نوه هم آورگایدش کردیم. الان من میگم n1.chop کدوم فراخوانی میشه؟ یادتون باشه نزدیکترین تابع به آبجکت فراخوانی میشه. من تست کنیم دیگه، من میدم بهش میدم 25، درسته؟ تست کنیم، یه دیباگ میکنم اینو، میگم تو محیط دیباگ. اینا سازنده دارن دیگه، بس سازنده بزن، اینا سازنده بهش مقدار بدم، بعد اون سازنده که بهش دادم داره میده یه سازنده بهش بدم. خب ای دیباگشو زدم، دوباره زدم، قاطی میکنم. خب ببینید خطامون کجاست؟
آه اینجا میان ساختم ها. توی چاپ آه تو تابه تستی که ما درست کرده بودیم توی کلاس دیگه به خاطر نشون دادن پروتکتد وضعیت بود اینا آه یه مقدار بهش میدم که اگه بمونم. خب ببین من هدفم این مینه بود. خب اومد اون مین درسته؟ نگاه کنیم من بیزم کلید F7 رفت کدوم تابه رو فراخوانی کرد؟ اونی که تو نوی بود. پس اگر دست سر ساختا آورایت کنیم بگیم مثلا چاپ رو فراخوانی کن، چاپی که در پدر بود آورایت شده بود در چی؟ پسر و آورایت شده بود در نوه. من وقتی از نوه آبجکت ساختم گفتم تابی آورایت شده رو صدا کردم، کدوم صدا میشه؟ اونی که نزدیک داره. خب الان سوال من اینه، من میگم آقا من نمیخوام اونی که تو نوه از فراخوانی بشه، بری کدوم فراخوانی بشه؟ خب بذار بنویسیم. خب اینو متوجه بشید، من میگم مثلا چاپو توشو مینویسم، میگم توی این پدره، میگم چاپ کن پدر. نگاه کنیم، توی مینویسم سیستم دات اوت دات چی؟ پرینتره. اینو میسم چی؟ چاپ پدر. درسته؟ همینو کپی میکنم، اینو میارم توی پسر، اینو میکنم پسر و میارم همینو توی چی؟ نوه. اینجا مینویسم چی؟ چاپ نوه. خب کد اجرا میکنم، خب مشخصه کدوم چاپ میشه الان؟ الان مینویسه چاپ نوه. خب این از کجا بود؟ چاپ پسر از کجا بود؟ اینجا فراخوانیش کرده بودم، اشتباه نکنه. اینو پاک کنم، تو کد اضافه صداش کرده بودم. خب اینه، ببینید اون کد قبلیه بود، مونده بود چرا بود؟ چاپ نوه. خب الان تو نیاز داری، میگه آقا من نمیخوام مار نوه اجرا بشه، میخوام مار کی اجرا بشه؟ مار بالا دستیش فراخوانی بشه. چیکار باید بکنی؟ میگی تو نوه اینو پاک میکنی، مینویسی چی؟ سوپر دات چی رو فراخوانی کن؟ چاپ بالا دستی منو فراخوانی کن. درست دقیقا نگاه کن پسن. خب متوجه شدین؟ سوپر به این درد میخوره که بخوای یه چیزی رو مثلا در سلسله ساختار اس برای مثلا آ، مثلا ب از آ به اس برده، سه از ب به اس برده، میخوای سه یک چیزی رو از ب فراخوانی کنه، از تابع چی استفاده میکنی؟ سوپر. خب این همین مفهوم در سی شارپ هم هستش. نگاه کن آفرین از بیس. مثلا من میام همین رو نگاه کنید، توی پدر یه سی تو آره میکنم، یه دونه من یکیش اضافه میکنم دیگه، نمیخوام زیاد موضوع رو سردرگم کنم، میگم دیس دات ایکس مساوی چی؟ ایکس. درسته؟ این پدرم. میام توی چی؟ پسر. ببینه گوش چی کشید، دوباره خطا داد دیگه، همون بس آرت اینتر میکنم، میگه ایمپریمنت کن میس چی رو ممبر. خب نگاه کن آورد اینجا فقط یه چیزی فرق، اینجا چی نوشت؟ بس شکلش همونه. نگاه کنید تو میاره تو توش می نویسه سوپر رو، اینجا کجا می نویسه؟ جلوش می نویسه. هیچ فرقی با هم نداره. یه ذره هم که چون استفاده نمی کنه میگه که تایپشه. متوجه شدی؟ خب این هست، یعنی همون موضوع هستش. ولی اینجا چیه؟ اونجا نوشت توش می نویسه سوپر رو، اینجا کی روش می نویسه؟ جلوش می نویسه. درسته؟ خب الان من میام، خب اینو من بذارم که موضوع خیلی پیچیده نشه، من یک کمی اینا رو خربت کنم، این سازنده رو خربت کنم که آورایدش رو ببینی شما. بذار اینا رو خربت تر کنم، افشین رو اینا رو من خربت کنم. خب بس آورایدو رو بهتون بگم، پدر و پسر رو نبه. خب ببینید ما یه تابعی داریم چاپ، درسته؟ از نوع اینیت SSS. من میخوام اینو آورایدو کنم توی کجا؟ تو پسر. این آورایت شد تو پسر. همین رو تو کجا هم آورایت میکنم؟ تو نوه هم آورایت میکنم. خب میام توی پروگرام هم از نوه یه آبجکت میسازم، میمیسم داد چاپ. درسته؟ مثلا با یه عددی مثلا. خب همین رو من دوباره بذارید کنسولش رو بنویسیم، کنسول داد چی؟ رایت رو مثلا. خب این مارکیه پدر چاپ. درسته؟ خب همین من میارم
پسرم می نویسم. کجا هم می نویسم؟ تو نوم. خب سوال من اینه، اگر من این یک دات چاپ فراخوانی، کدوم فراخوانی میشه؟ اونی که نزدیک نوه است دیگه. اینجا نوه است، ماه نوه. خب زور کنیم. نه کپی کردم. این مار پدر، این پسر، این چیه؟ بخشید این اشتباه، این اتفاق باید بیفته. من میتونستم این کدا رو قبلا آماده کنم، همش رو اصلا اینجا پیس کنم. اینطوری یاد نمیگیرید. باید همین نوع یه که کد میزنی خطا بده، خطاها رو ببینید. ببینید اصلا من چطوری خطاها رو برطرف میکنم. واقعا این فکر نمیدید اتفاقات نمیفته. اینا باید دیده بشه توی کد ها. خب ببینید چی شد؟ نوه. خب اگر الان بخوام نوه فراخوانی نشه، برون یکی فراخوانی بشه، چیکار باید بکنم؟ آفرین، اینجا می‌نویسم base dot چیکار فراخوانی کن؟ چاپ بالایی رو مثلا مقدارش بخوانی نگاه کنم. پسر فراخوانی شد. دیدید؟ خب میخوام توی بارم باید اون بگی اون بالاییش رو فراخوانی کن. نه توی تابی آوروید وسطی باید بنویسی بیس بارایی رو. نمیشه این دیگه، بده به اون بده به اون که خیلی سخت این اتفاق میشه. شاید اتفاق بیم اما خیلی سخت. اما میدم به دست بارای خودشون، دست بارای بر خودش یه فکری واسه اون یکی بکنه. تو ما اینها رو خواهی خون، ما یه جوری برنامه می نویسیم که اینا کمترین دیپندنسی رو برم داشته باشن، کمترین وابستگی رو برم داشته باشن. تو برنامه هایی که ما می نویسیم در روش جدید برنامه‌نویسی که خواهیم نوشت، یه جوری برنامه کلیه نوشتیم، یعنی برنامه وابستگیشون خیلی کم میشه.